آبان ماه 1378، دادگاه کیفری تهران. یه پرونده قطور روی میز قاضی گذاشته شد. زن میانسالی در جایگاه شاهد ایستاد. با گوشه روسری خاکستری رنگش اشکاشو پاک کرد. یه نگاه کوتاه به متهم انداخت و با صدای خیلی آروم، انگار که از گفتن شرم داره، رو به قاضی گفت: به جای کمیته دخترم رو برد خونه خالی. خودش و دوتا از آدماش به دخترم تجاوز کردن، اذیتش کردن. بعد 6 روز بچه‌مو برگردوند و تهدیدمون کرد که اگه صدامونو در بیاریم برامون گرون تموم میشه. متجاوز کی بود؟ یکی از فرمانده‌های کمیته انقلاب اسلامی، کسی که تجاوز به زنها، قتل، قاچاق مواد مخدر و آثار باستانی یه بخش کوچیکی از اتهاماتش بود. این ویدیو رو ببینید تا با این فرمانده انقلابی بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اسمال تیغزن از لاتای محله شهر نو بود، محله‌ای که قبل از انقلاب به خاطر فاحشه خونه‌هاش معروف بود. تو این محله از زن و مرد باجگیری می‌کرد، از هر کسی که زورش بهش می‌رسید. برای همینم اسمش شد اسمال تیغزن. بعد از انقلاب ولی چهره عوض کرد و آب توبه ریخ سرش. ریش گذاشت و شد حاج اسمال یا حاج آقا افتخاری. اسماعیل افتخاری بعد از انقلاب شد یه انقلابی تند و تیز. گروه ضربت جنوب تهران رو انداخت که به بهونه مبارزه با ضد انقلاب و ساواکی میریختن تو خونه ها و فروشگاه ها و حتی شرکت های مختلف، هم آدم ها رو دستگیر میکردن هم اموالشون رو غارت میکردن. وقتی کمیته انقلاب اسلامی به دستور خمینی تشکیل شد، وارد این کمیته شد و خیلی زود به عنوان فرمانده کمیته انقلاب منطقه 12 تهران انتخابش کردند. اسمال تیغزن لات جنوب تهران زندگیش یه شبه عوض شده بود. دیگه مجبور نبود از قمارخونه ها و فاحشه خونه ها باجای کوچیک بگیره. این باجها دیگه براش پول خورد بود. از خونه مقامات و کارمندای حکومت قبلی جواهرات و عتیقجات و کلن هر وسیله قیمتی که گیرش می اومد می دازید. بعضی ها ادعا کردن که اسمال تیغزن به زن و دخترای خانواده ساواکی ها تجاوز می کرد. شاید نشه این موضوع رو ثابت کرد، ولی اسمال تیغزن 20 سال بعد از انقلاب دقیقاً به جرم تجاوز به چند زن تا پای میز محاکمه کشیده شد. البته تجاوز فقط یکی از اتهاماتش بود. بر اساس کیفرخواست دادسرای تهران، بیشتر اتهامات اسمال تیغزن سوء استفاده از موقعیت شغلی، اقدام به اخاذی، تصرف زمینای مردم تو شمال و حوالی کرج، آدم ربایی، آزار و اذیت زنا و دخترا و قتل و تعرض به عنف بود. حتی اسمال تیغزن متهم شده بود به انواع سوء استفاده از عنوان معاون وزارت اطلاعات. اون با تهدید مردم ازشون باجگیری میکرد، پرونده‌های جعلی قضایی برای افراد بیگناه تشکیل میداد تا ازشون اخاذی کنه. گاهی پول، گاهی هم سند خونه و زمینای مردم رو با تهدید و زور از چنگشون در می آورد. پاییز سال 78 که اولین محاکمه اسمال تیغزن بود، یه پرونده قطور 3000 صفحه‌ای روی میز قاضی گذاشته بودن. یکی از دردناکترین بخشای دادگاه ماجرای تجاوزش به یلدا، دختری 16 ساله بود. دم ظهر بوده. یلدا داشته از مدرسه برمیگشته خونه که دقیقاً اینجا، یعنی میدون هفته تیر، ماشین کمیته جلوی پاش وای میسته. فرمانده کمیته از ماشین پیاده میشه. لباس سبز پاسدارا تنش بوده. به یلدا میگه: خبر داریم که با ضد انقلاب در ارتباطی، باید برای بازجویی با ما بیای. یلدا هم گیج شده بوده، هنوز نفهمیده بوده که داره چه اتفاقی میفته. مرد میانسال یلدا رو به زور سوار ماشین کمیته میکنه، ولی نمیبرتش اداره. دختر رو میبره به یه خونه و اونجا بهش تجاوز میکنه. نه فقط خودش، 2 نفر دیگه هم بودن. 6 روز یلدا رو توی اون خونه نگه داشتن. بعد همون فرمانده یلدا رو میاره تو همون میدون هفته تیر پیاده میکنه.
تهدیدش میکنه که اگه صداش در بیاد یا بره شکایت کنه براش گرون تموم میشه. یلدای 16 ساله با حال پریشون و مریض احوال به خونه برمیگرده. مادر 6 روز بود که خواب و خوراک نداشت. همه جا سر زده بود تا تنها بچه‌شو پیدا کنه. مدرسه، بیمارستان، کلانتری و خونه یه تک تک دوستا و فامیلا. همه جا سر زده بود. هیچ اثری از یلدا نبود. سال 78 موقع رسیدگی به پرونده اسمال تیغ زن، بازپرس یلدا رو مجبور کرد که بیاد اسمال رو ببینه و شهادت بده که همین فرمانده بوده که اونو دزدیده و بهش تجاوز کرده. یلدا وقتی با اسمال روبرو شد از شدت استراب تشنج کرد، بالا آورد و از حال رفت. هیچ وقت حاضر نشد اون آدم رو ببینه. یلدا تنها قربانی تجاوز نبود. اسمال تیغ زن هم اون دهه 70 به یه دختر دانشجوی 20 و چند ساله هم تجاوز کرده بود. اما خیلی از کسانی که مورد تعرض اسمال قرار گرفته بودن از ترسشون نیومدن دادگاه برای شهادت، چون آدمای اسمال تیغ زن میرفتن و خانواده هاشون رو تهدید میکردن. البته تجاوز و زورگیری تنها خلافای اسمال تیغ زن نبود. خیلی ها اون رو عامل قتل فاطمه قائم مقامی هم میدونن. 4 دی ماه 1376، ساعت 9 شب، حوالی بازارچه گلستان در خیابون پاسداران یه پراید پارک کرده بود. زنی حدوداً 43 ساله پشت فرمون نشسته بود. آرایش کرده بود. یه لباس شیک تنش بود و یه روسری حریر رنگ روشنم روی سرش. با یه مرد قرار داشت. مرد سر قرار اومده بود. روی صندلی کنار راننده نشسته بود. با یه اسلحه صدا خفه کندار یه گلوله تو سر زن خالی کرده بود. زن سرمهماندار هواپیمای آسمان بود که قبلا از هواپیمای هما به دلیل نامعلومی اخراج شده بود. 3 تا بچه داشت و شوهرش خارج از تهران کار میکرد. روز حادثه به خواهرش گفته بود که مردی باهاش تماس گرفته و بهش گفته که میخواد درباره زندگی زناشویی فاطمه باهاش حرف بزنه. قرارشون ساعت 8:30 شب بود. زن قبل قرار وقت آرایشگاه گرفته بود. به خواهرش هم گفته بود که شاید شب بر نگرده یا دیر وقت برگرده. بچه ها رو هم سپرده بود به اون. به نظر می اومد که اون یه قرار با یه آدم آشنا داشت. یه مرد آشنا. بعضیا فاطمه قائم مقامی رو معشوقه فلاحیان، وزیر اطلاعات دوره هاشمی رفسنجانی می دونن. قتلای زنجیره‌ای در دوره کاری فلاحیان اتفاق افتاد. همون آدمی که بین سالهای 61 تا 63 فرمانده کمیته های انقلاب هم بود و احتمالاً با اسمال تیغ زن هم کاملاً آشنا بود. جالبه که فاطمه قائم مقامی در محلی کشته شده بود که فاصله کمی با یکی از مراکز وزارت اطلاعات و کوی مدیران اون وزارت خونه داشت. انگار یه محل آشنا برای دیدارهای همیشگی فاطمه و یه مرد اطلاعاتی بود. شاید فلاحیان، شاید سعید امامی، شاید هم مرد دیگه. اون روز انگار مردی که اومده بود سر قرار مرد آشنای فاطمه نبود. اسمال تیغ زن بود. اسمال تیغ زن اون موقع با گروه‌های اطلاعاتی سعید امامی همکاری می‌کرد و تو ماجرای قتل فاطمه قائم مقامی با عوامل سعید امامی مشارکت داشت. اما چرا فاطمه قائم مقامی رو کشتن؟ باند سعید امامی اعتراف کرده بودن که فاطمه نیروی سعید امامی بود و در رفت آمد به اروپا برای اون ماموریت‌های انجام میداد. در نهایت برای اینکه اسرار این ماموریت‌ها فاش نشه، امامی دستور قتل فاطمه رو میده. میگن قاتل اسمال تیغ زن بوده، اما هیچ وقت برای این قتل نه محکوم شد نه مجازات. از بالا دستور اومده بود پرونده قتل فاطمه رو ببندن. همونطور که دستور دادن پرونده قتل سیامک سنجری بسته بشه. جوان 28 ساله‌ای که دقیقاً یه روز قبل عروسیش به دستور سعید امامی کشته شد. چون سیامک از رازایی خبر داشت که نباید فاش میشد. معلوم نشد سیامک سنجری رو کی کشت، اما اسمال تیغ زن متهم اول اون قتله. هرچند که هیچ وقت نه بازجویی شد برای این قتل نه مجازات. چون شاکی نداشت اصلا. اما پرونده تجاوز به یلدا شاکی خصوصی داشت. یلدا و مادرش از اسمال تیغ زن شکایت کرده بودن.
ولی سال 80 که دومین دادگاه برای رسیدگی به قسمت دیگه ای از اتهامات اسمال تیغزن تشکیل شده بود، از یلدا و مادرش خبری نبود. محمد بلوری، روزنامه نگاری که در دادگاه های اسمال تیغزن حضور داشت، میگه مدتی بعد مادر رنج کشیده یلدا برام تعریف کرد که افراد ناشناسی تهدیدش کردن که دخترت رو میکشیم. اونم از ترس جون دخترش از شکایتش صرف نظر کرده بود. اسمال تیغزن اون موقع حتی از روزنامه هم شکایت میکرد که چرا جزئیات دادگاه رو مینویسید، یا میگفت چرا عکس منو منتشر میکنید، یا اصلا چرا به من میگید اسمال تیغزن. خیلی تلاش کرده بود که از این اسم خلاص بشه. حتی یه مدت خودش رو تیمسار احمدی معرفی میکرده. شاید این یه اسم جدید برای باجگیری های جدید بوده. باجگیری هایی که به قیمت جون آدم ها تموم شد. مثلا تو دادگاهی زن جوونی ازش به جرم قتل شوهر و بچه‌اش شکایت کرده بود. اتفاق سال 70 افتاده بود. زن میگفت اسماعیل میخواست به زور زمین شوهرم رو تصاحب کنه. یه قطع زمین توی شمال. شوهرم مخالفت کرد و اون تصمیم گرفت از ما انتقام بگیره. یه شب من و شوهرم از مهمونی به خونه برگشته بودیم که دیدیم برق قطع شده. شوهرم رفت زیر زمین تا کنتور برق رو چک کنه. به محض زدن کلید برق خونم اون آتیش گرفت. من و شوهرم دچار سوختگی شدیدی شدیم. من با 65% سوختگی جنینی رو که توی شکم داشتم سقط کردم و شوهرم هم جونشو از دست داد. کارشناسای شرکت گاز تشخیص دادن که بازگذاشتن عمدی گاز باعث انفجار شده. بعد یه مدت یکی از همدستای سابق اسماعیل افتخاری به ام زنگ زد و گفت که اسماعیل افتخاری یکی از عواملشو فرستاده بوده خونه ما تا شیر گاز رو توی زیرزمین دستکاری کنه. کشتن صاحب یه مغازه چلو کبابی یکی دیگه از اتهاماتش بود. دنبال این بود که مغازه رو به زور از چنگش در بیاره. مرد رو بسته بود به یه ستون آهنی. برق رو بس کرده بود به ستون و مرد هم دچار برق گرفتگی شده بود و مرده بود. همه اینا اتهامات ریز اسمال تیغزن بود. چون تو دادگاه دوم علاوه بر زورگیری و استفاده غیرقانونی از اسلحه و تجاوز و قتل، به اتهام جاسوسی و ترانزیت مواد مخدر هم محاکمه شد. رسیدگی به پرونده سنگین اسمال تیغزن چند روز طول کشید و نهایتاً محکوم شد به 10 سال حبس که فقط 8 سالش اجرا شد و توی سال 8 به دلیل خوشرفتاری از زندان آزاد شد. شایدم خوشخدمتی. چون میگن که اسمال تیغزن در زندان با حمایت بالادستی ها زندانی های سیاسی رو اذیت میکرده. مهمترینشون ناصر زرفشان وکیل خانواده قربانیان قتل های زنجیره‌ای بود که اسمال تیغزن یا اسمال تیغکش بهش حمله کرده بود و کتکش زده بود و با چاقو زخمیش کرده بود. میگن اسمال تیغزن وظیفه داشت که دانشجوها و فعالای سیاسی جوان رو در زندان معتاد کنه. وقتی حبسش تموم شد و اومد بیرون یه پیرمرد 66 ساله بود. 3-4 تا کشتی باری خرید. حتی میگن یه شرکت حمل و نقل دریایی هم ثبت کرد. میگن از اون کشتی‌ها برای قاچاق مواد مخدر و ارسال محموله‌های نظامی و حتی قاچاق آثار باستانی استفاده می‌کرد. اسمال تیغزن قبل و بعد انقلاب یه آدم شرور و لات بود که باجگیری حرفه اصلیش بود. فقط بعد انقلاب زیر سایه امن حکومت لقمش درشت‌تر شد و توی سازمان‌های اساسی مثل سازمان دخانیات، بنیاد مستضعفان، وزارت اطلاعات و حتی دادگاه انقلاب مشغول به کار شد. جذب اراذل و باش در حکومت جمهوری اسلامی محدود به اسمال تیغزن نمیشه. سال 88 اوباش رو به کار گرفتن تا مردم معترض رو تو خیابونا کتک بزنن و دستگیرشون کنن، کاری که توی اعتراضات سال 98 و 1401 هم انجام دادن. حتی بعضی از اینا رو به اسم مدافع حرم فرستادن سوریه، یا شهرداری تهران از سال 94 برای کتک زدن دست فروشا ازشون استفاده میکنه. اینا چماقدارای حکومتن، دقیقاً مثل اسمال تیغزن. دستور میگیرن و اجرا میکنن. آدم ربایی، تجاوز، قتل، زورگیری یا حتی قاچاق اسلحه و مواد مخدر. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.